یک فیلم بسیار غم انگیز تاثیرگذار هست، خواهش می‌کنم ببینید. یه ذره فکر ما و خانواده‌مون نیستن. الان می‌دونی یه فوتبالیست کرونا بگیره، فوتبالیست تموم میشه. شغل دیگه هم ما داری؟ ما بریم تو خونمون بشین. راست میگه دیگه. فوتبالشون تموم میشه، چیکار کنن؟ الان دیبالا اینا فوتبالشون تموم شده، هندونا میفروشن، کارهای دیگه میکنن. کجا تموم شد؟ اینا هم داره اینه لودر بازی میکنه. اینه فوتبال من میگم، این فقط فوته. الان فقط پاس، بالش کو؟ کو بال؟ بالش کو؟ این فقط داره بین کنزا لای میکشه، که البته نه تنها فوتبال حساب نمیشه بلکه جریمه هم داره. روزی دو سه هزار نفر دارن میگیرن، بعد تو فکر برگزار جام هست، اینجوری یه جام بخوام بهشون بدن دیگه. پسر تو که سوار شدی درم بستی که اشکال نداره. به هر حال حرفو باید شما بشنوی، چیکار داره که تو چه حالتی میگه، باید ببینی که چی میگه. فحوای کلام مهمه، شما ببین منظورش چیه. نمیدونم به خدا چجوری تصمیم گرفتم فقط این لیگ ادامه پیدا کنه. فقط خدا به ما و خانواده‌مون رحم کنه. آره یه شما بعد یه سر تمرین دیگه، درست یا شنبه یه سر تمرین. آره دیگه الان میگم که هیچ فایده نداره. امروز تست دادیم، یک ماهی که میخوان کنارم باشین. اگر تست یه سری مثبت باشه چی؟ فکر کنم بازم ادامه بدم. آقا فحوای کلامو یه بار گفت، ما هم گرفتیم رفت دیگه. چرا عقاب اینقدر اذیت میکنید، دوباره برداشت میگیرید؟ به نظر من فیلم بسیار بده، یعنی مقوایی بی ساختاره. به نظر میرسه که از اون قوام لازم برخوردار نیست. فیلم بسیار بده، شخصیت ها مقوایی شدن، کاراکترها تیپ نیستن، تیپ ها کاراکترن، و یک اگزوتیک ملال آور طولانی و خسته کننده الان اتفاق افتاده. به نظر میرسه داستان بسیار منفعل، فیلم هدف نداره، بحران نداره، دغدغه نداره. فیلم در میانه کار به شکل کلیشه‌ای روغنکاری شده و بقیه فیلم به طور کامل حباب روی آبه. آقا بله، شما فیلمو دیدی؟ نه، ولی به نظر من تو مهمترین پشت صحنه 60 سال اخیر تلویزیون های جهانی. تام هنگس نیستم اما این رول باید بمونه. راکی جهان شد با سیلوستر استالونه. دوست داری با چه فیلمی خستگی تو در کنی؟ تابلینو بازی کنم، اخماتو پرپر کنی. آقای سهرابی مدیر عامل تراکتور، کاش مسئولان به جای مسامحه های متعدد، اتهام زنی به باشگاه، ضعف مدیریت، ترس از مسابقات و فلان و قرار دادن بازیکنان مقابل باشگاه ها به فکر برگزاری ریگ یارانه ای، یعنی ارزون باشن، رایانه ای با حضور نماینده ای از هر باشگاه باشن، تا بدین صورت نشاط اجتماعی تا حدودی به جامعه برگردد. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی مسابقات ورزشی که تا حالا قطع شده رو از این به بعد بقیهش رو دیگه با اینا برگزار کنیم؟ بله، یعنی اینجوری در آورگاه جهانی مسابقه پرتاب دسته وزنه که میذاره کنار فک خودش، الان دورخیز میکنه، میره برای رکورد المپیک، پرتاب میکنه، نمیکنه، وزنه گرون، دسته گرونه و پرتاب نمیکنه. میریم به سالن بغلی مسابقات دست واندو، یک آبدولیو دسته میزنه به صورت حریف فیلیپینی دسته بینی و میبینید که ناک آت شد. و اما در سالن مجاور تمرکز میکنه، گچ میماله، دسته بردار وزنه 97 کیلوگرم دوزر بالا میبره، بنداز دیگه، سه چراغ روشن، اینقدر روحیه اینا رو خراب نکن، بنداز، میندازه. میریم سراغ مسابقات پرتاب دستکش، مثل چکش، بعید میدونم پرت کنه چون دسته و چکش خیلی گرونه. دوباره پرتاب میکنه، اعتماد میکنه، گرفتش، رکورد جهان، رکورد جهان، بوسه میزنه به دسته های خود، به یاد دسته هایی که تو خونه داره میره. نمک نمک داره چقدر داتون، کشت من و شیرین زبونیاتون. نمک نمک میریزه از صداتون، کشت من و شیرین زبونیاتون. سب کن خبرهای خوب هفته. حباب های بعد هفته خیلی خوب.
کرونا و تا اون و سارس و آنفولانزای مرغی همش با هم اینجا اومد. آقا علی دایی با کسب 80% آرا در صفحه رسمی جام جهانی در توییتر در رقابت با سامی الجابر برترین مهاجم آسیا شد. آقای دایی ببخشید، کیروش پاداش خود یکی از اون تاوانهایی که فدراسیون باید به کیروش میداد رو اینقدر دیگه زیاد بود، یکیشو میگن بخشید 200,000 دلار رو بخشیده به خیر. ما از کیروش تشکر میکنیم، هیچی از ارزشهای قرارداد بندهای تو فدراسیون کم نمیشه ها که اینجوری میبندن، ولی دم کیروش گم به افتخارش. گل سید جلال حسینی به الجزیره امارات برترین گل دقایق پایانی لیگ قهرمانان آسیا شد با 91% آرا. چند روز پیش وریا غفوری و بیرانوند میرن کو. کدوم کو؟ همون کو خبره. کوش مهم نیست. اه کو به تو چه؟ یه کوهی. بعد برمیگردن عکس میگیرن. عکس میگیرن، شب بیرانوند عکسو میذاره که وریا هم هست تو عکس. بعد دو روز میگذره، بیرانوند منتظر میمونه وریا عکس رو بذاره، اون نمیذاره. بعد بیرانوند یه بار دیگه عکس رو میذاره، بعد وریا رو از توش قیچی میکنه، کات میکنه، میندازه بیرون از عکسه. بعد طرفدار استقلال ابراز نگرانی میکنن، میرن تو صفحه شخصی بیرانوند، نگرانیشون رو بهش نشون میدن. زنگ میزنه به وریا غفوری میگه که تو چرا عکس من نذاشتی؟ میگه که تو لباس آرم پرسپولیس، لوگوی پرسپولیس داشته، من گفتم شاید اینا مثلا ناراحت بشن، نذاشتم. بعد از اونور این ناراحت شد، اکثر از اون برداشته، بیرانوند یعنی پیچیدگی شد، حالا آخرش وریا برداشت گذاشت، به هر حال گذاشت. حالا دو سه روز بعدش گذاشت. چه عجله‌ای داشتید آقای بیرانوند شما؟ حالا شاید گرفتار بوده. یعنی دیدی بعضی وقتا مثلا میخوابیم بعد بیدار میشی میبینی که 72 تا پیام داری با 115 تا میسکال. بعد پیام ها به این ترتیبه: یک، سلام کجت، یعنی سلام کجایی. بعد دو دقیقه بعد تو خواب بودی، نوشته که چرا جواب نمیدم. بعد سه دقیقه بعد نوشته که با تو هم نگران شدم. بعد چهار دقیقه بعدش نوشته اوک مسکه سرت خیلی شلقه، یعنی مسکه خیلی سرت شلوغه. آخرش هم نوشته اوک هرجر رهت بای چار ایور، یعنی خدافز برای همیشه. آقا جان این اصلا خواب بوده دیگه، پیم نده دیگه، به من پیام نده. خب این شاید خواب بوده، این بیرانوند جان شاید رفته واکسن بزنه، عیالواره، شاید دنبال کار بچه‌هاش بوده. حالا عکسو که گذاشت، من ازتون خواهش میکنم اگر با بیرانوند عکس دارین 48 ساعت وقت دارین بذارین، وگرنه کات و کراپتون حتمیه. این فوتبال هم برگرده، من خواهش میکنم فوتبال برگرده، داریم میفتیم به جونم. این خودش هم گفته فوتبال برگشت، بیدارش کنید، این قضیه رو حلش کنید.